حسن بصري از من مشهور سلة ترین تابعین تابعین ها الإمام امام أبي فقیه و الزهري زاهد أبو ابو سعيد سعید الحسن حسن ابن الأزهري یسار البصري البصری وأبو خير و مادرش الأزهري خیره البصري دوست ام سلمه ام المؤمنین. حسن بصری رحمه ومن الله از علمائه فقیه كانوا ترین الأفقه تابعین ها الأزهري بودند. امام قال قتاده قتاده گفت كان حسن از حسن داناترین أعلم الناس مردم بالحلال به والحرام. حلال و حرام بود. کتاب سیر جلد 8 صفحه 578. یک مسئله را از أوتي انس أنس ابن مالك مالک العنزي رحمه أبو الله طالب پرسیدند. سلمان انس ابن ابن مالک أبو گفت الحسن این مسئله را فهم از وسمعنا دوستم فهدي حسن بپرسید، الله زیرا العنزي. البته او شنید و ما نیز شنیدیم، پس او حفظ کرد و ما فراموش کردیم. کتاب البدایه و النهایه جلد 13 صفحه 55. حسن بصری رحمه الله از زاهدترین انسان ها بودند. متری و راق گفت ما به خانه حسن داخل شدیم که در خانه از چیزی نبود، نه فرش، نه بالش و نه بریا، مگر یک کرت خالی که او در آن نشسته بود. کتاب تاریخ اسلامی جلد 7 صفحه 32. حسن بصری رحمه الله به صحابگان مانند بودند. ابو برده گفت شخصی را مثل او ندیدم که به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند باشد. تا بسیار جلد 4 صفحه 582. ابو قتاده ادبی گفت بر شما باد که سخن این شیخ را بگیرید، یعنی سخن حسن بصری را، زیرا هیچ کسی را مثل حسن ندیدم که فکرش به فکر عمر ابن خطاب رضی الله عنه مانند باشد. حسن بصری رحمه الله کلامشان فقیه و موعظه هایشان به قلب می رسید. حفص ابن غیاث گفت همیشه سخنهای حسن بصری از زبانش با حکمت می برآمد. ابو جعفر هر وقت که حسن بصری را به یاد می آورد چنین می گفت آن شخصی است که کلامش به کلام پیامبران مانند بود. کتاب البدایه و النهایه جلد 13 صفحه 56. و از بزرگترین قولهایش این است که حسن بصری رحمه الله می گفت ای فرزند آدم، تو به مثل روزها هستی، هر وقتا یک روز می گذرد از جسم تو نیز یک روز می رود. کتاب حلیت الاولیاء جلد 2 صفحه 198. حسن بصری رحمه الله می گفت ایمان به تمنا کردن نمی آید، بلکه ایمان در قلب اقرار کردن و تصدیق کردن آن و عمل کردن به آن است. کتاب مصنف ابی شیبه. حسن بصری رحمه الله در بصره در ماه رجب سال 110 هجری در سن 88 سالگی وفات کردند و نماز جنازه را بعد نماز جمعه خواندند که خیلی مردم بسیار در جنازه جمع شده بودند. الله سبحانه و تعالی حسن بصری را به رحمت وسیع خود بگیرد.